سلام و درود عرض میکنم. سوهیل توکلی هستم، نقاشی که امسال هم مقابل سازمان ملل رفت به اعتراض حضور احمدی نژاد نماینده اقلیتی در ایران به عنوان نماینده کل ایران و سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد و نمیشد نرفت، باید میرفتم و خاطر در واقع اعتقادی که دارم اینکه حضور من باعث میشه که بار جنایاتی رو که اینا انجام میدن از دوش من کمتر بکنه، به عنوان یک انسان در وهله اول و دوم به عنوان یک ایرانی. امسال اتفاق خاصی افتاد، من لازم میدونم این ویدیو رو برای همین میسازم، چون میخوام بگم که چه اتفاقی افتاده، چرا ایده اصلی نقاشی من رو تغییر. ساعت 10 صبح رسیدم مقابل اون ورودی که ما میتونیم در واقع تجمع داشته باشیم. به من اجازه ورود ندادن. لوازم منو بارها گشتن، تا 4 بار گشتن، ریختن بیرون و نهایتا هم گفتن تو اجازه ورود نداری. خودت میتونی بری ولی این دم دستگاه رو بذار اینجا. حالا سر رفتم تو، دیدم همه دارن فیل هوا میکنن و هر کسی هر کاری دلش بخواد داره میکنه. فقط اسکم برای من این اجازه نبود. چرا؟ برای که کاغذی نداشتم نشون بدم و گروه هایی هم که اومده بودن توجه نکردن اصلا به اینکه رسالی که من برای یکی از این گروه ها شب قبلش، دو سه شب قبلش ویدیو ساخته بودم برایشون، شب تا صبح نشسته بودم کار کرده بودم و ها اونا هم نیومدن و من به من گفتن تا ساعت 1 تو اجازه کار نداری، شاید 2 حتی 2 تا 6 میتونی کار کنی. من گفتم 2 تا 6 زمان زیادی برای نقاشی نیست، من دارم میخواد با آرامش کار کنم، دارم میخواد تاثیر بذاره. برام گفتن همینه دیگه، میخواد برو خونه کار کنه. برام پذیرفتم و موندم 3 ساعت اونجا برای خودم میچرخیدم و ساعت 1 منم کارمو شروع کنم. 2 گروه یهودی که یه سریشون طرفدار فلسطین بودن، یه سریشون اسرائیلی بودن، ریختن تو محوطه و ندیدن منو و حدود 1 ساعت من جمع نمیتونستم بخورم تا اینکه نمیتونستم کار کنم، تا اینکه به یک گروهشون گفتم که شما اگر از به خاطر اعتراض به تجاوز وارد این منطقه شدید دارین شعار میدین، چون شعاراشون علیه تجاوز اسرائیل به فلسطین بود، بگم حداقل به حریم من تجاوز نکنین، چون شما اول باید تجاوز رو باید اینجا یاد بگیریم، احترام گذاشتن به حقوق همدیگه رو باید اینجا یاد بگیریم. خلاصه با این حرف تونستم یه متر عقب نشینی به اینا بدم و کارم رو شروع کنم. حالا شما ببینید تو این فضا یه گروه ایرانی اون بر دارن برای خودشون کار میکنن، کار خودشون میکنن، جمعیت زیادی هم نیومده و مجاهدین هم که پارسال 1000 نفر مانده بودن امسال 1/5 هم نیومده بودن و اینکه منم کنار در ورودی دارم کار میکنم و دائما بر خود رهگذرا برام جاره، رهگذرا با من گفتگو میکردن و میمدن برای گفتگو رسیم نمیشه. این بود که موضوع کار چرخید از اتحاد، دارم میخواست اتحاد رو نقاشی کنم، ایران رو بکشم، معماری شهرهای مختلف ایران رو با هم دیگه تو هم ببرم، مردم رو با اتحاد دست به دست هم دیگه، نمایشی از اون رویاهای من، اون وحدتی که من همیشه آرزو داشتم رو تو نقاشی این بارم بکشم، ولی فضا اجازه به من نداد. من درست نقاشیم چرخید تا 180 درجه. آنچه که اون طرف این خیابون داشت اتفاق میفتاد، روزمرگی و زندگی معمولی، رستوران ها، کافه ها، اونو به تصویر کشیدم با بک‌گراندی، با پشت زمینه ای از سازمان متحد، ملل متحد، که البته به این شکلی که در نقاشی من میبینید نیست، برای کسایی که نیویورک نیومدن انتا گیت باید رد بکنید، رد بشید تا برسید به در ورودی سازمان، ولی من به صورت کارتونی ندیدم که بگم چه اتفاق اونجا داره میفته، اینجا چه اتفاقی داره میفته. موضوع نقاشی 75% روی اتفاق بیرونی در واقع تمرکز میکنه و 25% روی اتفاقی که حضور داشتم به خاطرش اومده بود. و حال سخن کوتاه میکنم، کمتر صحبت میکنم، مثلا رو نقاشی نباید حبس در و اساساً این گفتگو رو داشتم بخاطر اینکه نقاشی خاصیه،
ممکنه شما گیج بشین که چرا این مثلا این موضوع چه ربطی داره. برای همین توضیح دادم. به هر حال امیدوارم سالهای آینده اگر دوباره این روند بود که امیدوارم ایران آزاد شده باشه یا یه اتفاق خوبی افتاده باشه و اگر نیفتاده باشه امیدوارم که حداقل هر سال بدتر از سال بعد نشه و بذارن که ما نفس بکشیم اگه میخوایم حرف بزنیم و یه همین دیگه نقاشی رو ببینید. خدا نگه. Has amado una mujer de verdad.